توی فیلم در آخرین لحظه که تو سال 1352 ساخته شده، فرهاد و طاهر دوتا دوست و شریکن که با هم کاباره‌ای رو اداره میکنن. فرهاد به دختر خوش‌صدایی دل میبنده، اما طی اتفاقی توی سفر معلول میشه و از ترس اینکه نازی اون رو با معلولیت قبول نکنه بر نمیگرده. از طرفی طاهر به نازی علاقه‌مند شده، اما به علت علاقه نازی به فرهاد دوستش رو پیدا میکنه و به نازی بر میگردونه. بخشایی از فیلم در آخرین لحظه رو با هم تماشا میکنیم. بچه ها پیاده شید. خب شما پیاده میشی؟ با اجازه شما. خواهش میکنم، ولی خیلی دلم میخواست سلتون رو بشنوم. واقعا؟ باور کنم. اگه خیلی دلتون میخواد فردا تشریف بیاریم به این کلوب. متشکرم. عصر از ساعت 5 من اونجا برنامه دارم. با کمال میل حتما خدمت میرسم. خدا نگهدار. فیلم مشکل آقای اعتماد با بازی منوچهر وثوق و نصرت الله وحدت محصول سال 1356. اعتماد با صدور چکای بی‌محل تحت تعقیب طلبکاراش قرار میگیره. از طرفی منوچهر که به قصد دزدی به خونه اعتماد میره، با اعتماد دوست میشه و در نقش پسر اعتماد از اون مقابل طلبکارهاش حمایت میکنه. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. خب من و جالجون میریم هواخوری، تو میتونی بری بالا برای خودت استراحت کرد. نه خیر، به اینم سرایت کرد، مگه من مریضم ره؟ این چی داری میگه؟ بسر شما اصلا ما رو پک خول گیره بردی. نه بگم که اگه از استراحت دلخوری برو واسه خودت کاراته بازی کن. مگه من میخوام برم پیش بروسلی؟ چرا برم کاراته کار بکنم؟ میرم یه پاکت میوه میخرم، به هوای ملاقات میرم پیش ابجی جان، اونجا دوتایی نامزد بازی میکنیم، قربانشم برم. اگه دا اینجا فهمید نقهر چه؟ آه خیلی هم خوشحال شد که بردمت گردش. بله گفته بود تهران هست خیلی قشنگ، اما من فکر نکرد اینجور شد. اینجا هست خیلی قشنگ، خیلی. آره قشنگه. تو این 10-20 سالی که تو خارج بودی کشور ما خیلی آباد شده، خیلی پیشرفت کرده. هیچ جا وطن آدم نشد منو جان. من اینجا خیلی احساس نشد. توی فیلم رضا موتوری، رضا که خودشو به دیوونگی زده، برای دستبرد زدن به یک کارخونه از تیمارستان فرار میکنه.
از طرف دیگه فرخ یه جوون نویسنده است که شباهت زیادی به رضا داره و به خاطر تحقیق در مورد زندگی دیوانه ها به تیمارستان میاد و جاش با رضا عوض میشه. فیلم رضا موتوری محصول سال 1349. بخشی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. تو باید با اون عروسی بکنی. اون نجیبه، تحصیل کرده و نویسنده است، دانشمند، فاضل، صاحب دله. میفهمی دختر صاحب دله؟ این روزا بهش میگن انتلکتوئل. اون بیبوته است، زندگی هر دومون خراب میشه. تا 20 سالگی بند کفشش مادر جونش میبسته. اون اصلا بلد نیست با یه دختر چطوری باید صحبت کنه. منم بابا جوونم، میخوام حرفای قشنگ در گوشم زده بشه. چون شما همیشه تخت نرد و عجب میبرین، باید کنارتون باشه. چون با هم هم منقلین، میخواین اونو ببندین به ناف مخ؟ چی میگی دختر؟ آره دیگه، با هم قرنه ای میزنی. خوب میشه بابا، خودت یواش یواش راش بنداز، اون پسر خوبیه. نه پدر من، عزیز من، اون جنس نیست. خیلی هم جنسه. چیه؟ چه خبرتونه؟ چرا اینقدر داد میزنی؟ فیلم بلوچ که تو سال 1351 ساخته شده از این قراره. دو تا قاچاقچی به همسر بلوچ تجاوز میکنن و بلوچ بعد از درگیری با قاچاقچی ها به زندان میفته. 12 سال بعد از زندان آزاد میشه و قصد داره اون قاچاقچی ها رو پیدا کنه. بخش هایی از فیلم بلوچ رو با هم تماشا میکنیم. بستگان زن پولداری به نام فخرالملوک قصد دارن سفرعلی رو که تمام اموال به اون رسیده از بین ببرن. بعد از کلی ماجرا سفرعلی ثروت موروثی رو به خیریه میبخشه و در کنار همسر و فرزندش زندگی ساده‌ای رو از سر میگیره.
بخشایی از فیلم فرار از بهشت رو با هم تماشا میکنیم. الو حسین تایی، بگو همه چیز مرتب باشه. من به اتفاق آقا تا یکی دو ساعت دیگه میرسیم منزل. متشکرم. همه منتظر ورود شما هستن. همه؟ بله. تو خیال روح من خرو شنده بودم که ترو از این خونه به اون خونه سینچشی کردن و به هم تلقیافی حرف بزنن، اما تو ماشین دیگه نشته بودم. آخه سر سیمرغ به کجا وصله؟ نگردم پیاده بشم. این تلفن سیاره و تازگی اختراع شده، همه کس هم ندارن. مگه صدا رو نشنیدی؟ نه آقلا، تو حتما یکی رو تو یه جایی صندوق قایمش کردی. این برج کفتره؟ نه، این میدان شهریاره، یکی از قشنگترین و زیباترین میدانهای دنیا است. وایسا وایسا، اگه بگیرم از این دستم تو آب ده. وایسا بچه ها، ارباب تازه تشریف رو بردن. ارباب تازه تشریف رو بردن. بفرمایید پیاده شید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید. نه خیر، اول شما بفرمایید. شما بفرمایید. خب بفرمایید. خواهش میکنم، شما بفرمایید. به منظر خودتون خوش آمدید. این تمه بره شوخی نمیخونی؟ خیر قربان، بفرمایید. خدمتگزارا همه انتظار شما رو میکشن. سلام علیکم. سلام علیکم. اینا خدمتگزارای منن؟ بله قربان. اینا چه دلارا میشن؟ نوکرای منن؟ بله قربان. شغله میکنی؟ خیر قربان. نگرشته. آه، گرد نکنم. چیکار میکنی؟ برای سلامتی شما میخوام گوسفند قربان.